شهر چطور هستین؟ خوب هستین؟ معصوم اکرمی هستم، یک بار دیگه در خدمت شما با اتفاق عمر جان شوهرم و اولادایم در خدمت شما قرار گرفتیم. امروز شنبه هست، آمدیم پارک. یاس امین جان بخیر کوشش میکنیم که برش با اسکل دوانی رو یاد بدیم که بخیر آیس آیس یاد بگیره، که در تابستان که این طرف طرف پیاده روی رفتم، در پالو پالیم که من کالسکر را میبرم، در پالو پالو این بتونه که با اسکل درایف کنه. عمر جانم که امروز شنبه است، خانه هستم. آه من خانه هستم. بلنگ بزن. امروز تعدیل هستم. امروز تعدیل هستی؟ یا من تعدیل هستم و اولاد ها را و خانم ها را. خانم ها چند تا خانم؟ یک دانه خانم داری؟ خانم جانه؟ اولاد ها را و خانم یک تمرین پیاده روی میبرم. آفرین، آمدیم پیاده روی. و انشاءالله میبینی ویدیو جالب. و خانوم من گونگا میکنن. گونگا یعنی که داری نداره؟ داری داره. گونگا یعنی چی بود با فارسی؟ You don't have, I know. No, I have. Okay, let's go. I take you to the gunga. Gaz میخوریم. Tap tapi. Yeah. Let's go. I take you to the gunga now. Yes, 1, 2, 3, drive. Mashallah. Mashallah, yes, Amin jana. Drive, drive. Baba ish help her. Go, 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 go. Like, subscribe, comment, and cover. Asrai. Wah, wah, sadqa. دوستای نازنین، در ولاگ قبلی خیلی از دوستا از من سوال کرده بودن که چی کار کردی، چی خوردی، چطور کردی که لاغر شدی. او رو من به خیر توضیحاتش میتونم. اینجا نمیفهم که صدا خوب هست یا نیست. من کدام کار خاصی نکردم، فقط روزانه آمدیم پیاده روی در صورتی که هوا خوب بوده. نیم ساعت یک ساعت پیاده روی کردیم، همچنین در افطار غذا کم خوردیم و روزه گرفتیم و سحری میوه خوردیم. کوشش کردیم که غذا نخورم، فقط چیزای سبک، میوه و اترا بخورم. از او خاطر مراد کردیم و یکان حرکت شکم و یکان نرمش و ورزش کردیم در خانه. دیگه همین باعث شده که من لاغرتر شوم. دیگه غذاهایی که مثلا مثل برنج است، مکرونی است، نان است، چیزایی که چاق کننده هست اوقدر زیاد نخوردیم. خوردیم اما خیلی کم، به اندازه 3-4 قاشق خوردیم. بیشتر کوشش کردیم چیزای مایعات، آش، پروتئین، در پالش پودر پروتئین خوردیم. دیگه اینا بستگی به چند چیز داره که آدم باید مراعات کنه که تا زودتر لاغر شه، که باید پروتئین بیشتر بخوری تا که عضله بدن نگه داره و نمونه که عضله، یعنی عضله می گوشتای بدن آدم، اونا از بین نره و به جایش چربی سوزی شوه، سوخت و ساز بدن بالا بره. و اگر انسان باید بدونه که در یک روز چقدر بدنش پروتئین نیاز داره، که این هم آسان است چطور ما بفهمیم که چقدر پروتئین لازم داریم. هر انسان بدنش مختلف است و نظر به وزنی که داره باید پروتئینش گرفته شه. اما قدر پروتئینی که باید بگیری به ازای هر کیلوگرم وزن شما 0.8 است. 0.8 مثلا یک نفر است 98 کیلو مثلا،
یا یکی 70 کیلو یا 80 کیلو فرق نمیکنه، هر قدر که وزن شما هسته 0.8 ضرب مثلا 98 میکنین، هر قدر که برآمد 26 گرم برآمد 30 گرم برآمد اونم قدره شما باید پروتئین مصرف کنین، یا مثلا اگه 76 گرم برآمد 100 گرم برآمد مثلا 100 گرم آمد بیرون، او را باید تقسیم 3 وقت کنین، 100 که تقسیم 3 کنین تقریبا 33 گرمی میشه، یعنی این 33 گرم در 3 وقت باید شما مصرف کنین، یعنی صبح و چاشت و شب، که گوشتای بدن شما، عضلات بدن شما حفظ شوه و تنها عمل چربی سوزی یا پروسه چربی سوزی در بدن شما انجام شوه، و در پالش باید فیبر زیاد استفاده کنین، آب بنوشین، نه اینکه بیش از حد آب بنوشین، اما قدری که حس میکنین تشنه هستین یا باید مثلا یک لیتر یک و نیم لیتر روزانه آب بنوشین دیگه، همین رقم پیش میرین بخیر تا ای که در هدفتان برسین. این پروسه طولانی است، وزن کم کردن یک دفعه خیلی خطرناک است، باید آهسته و پیوسته وزنتان کم کنین، و دیگه ای که در پالویش باید شما حتما مکملای ویتامین استفاده کنین، به خاطر از ای که در این دوره رژیم شما 100% ویتامین از دست میتین، ای که ویتامین مصرف کنین خیلی خوب است، چون که باعث میشه که کمتر افتادگی پوست پیدا کنین، موهایتان از شروع بریختن نکنه، مثلا سردرد نگیرین، بی انرژی نشین، بی حال نشین، از او خاطر خیلی خوبه که مکمل های ویتامین استفاده کنین، و اگر میتونین که پودر کلاژن پیدا کنین یا خود کلاژن پیدا کنین میتونین استفاده کنین، که من استفاده نکردم، من فقط مکمل های ویتامین، مولتی ویتامین و همچنین پودر پروتئین استفاده میکنم، که خانه رفتم عکسایش بر شما نشان میتونم روبروی کامرا، که اگر کسی خواست استفاده کنه، و پروتئین هم که پروتئین استفاده میکنین که درصد پروتئینش خیلی زیاد باشه و شوگرش یا شکرش خیلی کمتر باشه دیگه، همین کارا رو کردیم دیگه، کدام کار خاصی نکردیم. بخیر ماه رمضان هم که خلاص شد، میخوایم که دمی رژیم خود ادامه بدم. رژیم ما بیشتر رژیم پروتئینی هست، پروتئین باعث میشه که بیشتر شما احساس سیری کنین، سیر بمونین دیگه، آیس آیس لاغر میشادم دیگه. گفتنی های من فعلا همین قدر بود، بازخانه که رفتیم حتما برای شما بیشتر توضیح میدم دیگه. همین رو خواستم بگویم که خیلی دوستا سوال کرده بودن، این رو توضیح دادم، و دیگه ای که فعلا اینجا یکم اولادا رو آوردیم که بایسکل یاد بدیم، من در پهلوش دمی بهانه آمدیم پیاده روی، و در ادامش هم شاید که یکان رسیپی خوشمزه رو بانم نعیف، و منوز معلوم نیست که در شاید چی پخته میکنم، یک دفعه معلوم شد باز گپ میزنیم. بخیر. ماشاءالله یاسمین جان خیلی دختر لایق است، به بسیار زودی با اسکل رانی را یاد گرفتم، خدا ماشاءالله ماشاءالله خیلی لایق و دوکتیک است هم خدا. دوستای نازنین صبح روز بعد است، دیروز که ما رفته بودیم پارک یاسمین جان را بردیم چکر و با اسکل رانی را برش یاد بدیم، دیگه از اون طرف که برگشتیم من خیلی تشنه شده بودم و خیلی خسته شده بودم، دیگه نتونستم ویدیو جور کنم، ریکارد کنم. امروز صبح خواستم که برای شما دوباره شروع کنم و ویدیو رو تکمیل کنم. خیلی دوستای عزیز ما در یوتیوب و اینستاگرام از ما درخواست کرده بودن که برشان جیلی تیار کنم، در جور کردن جیلی مشکل دارن، از خاطر من امروز میخوایم که به عنوان امتحانی پیش روی کمره کمی جیلی را جور کنم و بر از دوستایی که مشکل داشتن جیلی تر کنن براشون جیلی را نشان بتم که مشکل شما حل شوه. جیلی را میتونین که روی فرینی، روی کیک یا هم تو خالی با عنوان دسر صرف کنین، بخیر نوشجان کنین، خیلی آسان است. من جیلی را معمولا از دکان عرب میخرم، خیلی خوب است، تاپه حلالم روش نوشته شده، به این معنی که از جلاتین خوک داخلش استفاده نشده، به رنگ و طعمای مختلف است. شما میتونین که از همین دکانهای مهاجر تهیه کنین. بریم با هم دیگه جور کنیم.
دوستای گل، پروتینی که من استفاده میکنم مارکش وی هسته، تقریبا 80% از این پروتین هسته و با طعم وانیلا هست. 1 کیلوگرم است و قیمتش هم بود 150 کرون. از فروشگاه ویلیس خریدم. باز شما هر پروتینی که در دسترس داشتین در دکانهای شما پیدا میشد میتونین بخرین. و ای که مارکش هم مهم نیست که حتما وی باشه، همون مارکی رو بخرین که بالاترین فیصدی پروتین داشته باشه. این هم مولتی ویتامینی هست که ما و اولادا و عمر استفاده میکنیم، چون که هم خوردا هم کلانا میتونه استفاده کنه، هم مرد هم زن فرقی نمیکنه، فقط ای که اطفال باید کمتر استفاده کنه، کلانا باید بیشتر. باز در پشت خودش نوشته کرده که اطفال چقدر استفاده کنه و کلانا چقدر استفاده کنه. دیگه اینجا هم مواد فیرینی رو من تیار کردم، فیرینی هم زیاد درخواست شده بود. اینجا من داخل از این دو تا شیر نیمه نیمه شیر دارم که اینا رو می‌خوام یک جای کنم و فیرینی تیار کنم و پودر نشاسته جواری و کمی گلاب، کمی هم هل و پودر جیلی. در مورد پودر جیلی توضیحات بتام. من این پودر جیلی را از دکان عرب همیشه میخرم و مارک حلال رویش همیشه نوشته است، چون که اگر مارک حلال نداشته باشه باز از جلاتین خوکی داخلش استفاده میکنه که خوشایند نیست. برنگا و طعمای مختلف هستن. من طعم منگو یا اما انتخاب کردیم و دستور پختشم پشت خود بوتل یا پشت خود همی کارتن نوشته شدگی هست. اینجا در این قسمت نوشته شده که چه قسمی رو تیار کنین. این تقریبا 85 گرم هسته. اینجا نوشته کرده که 85 گرم هسته. در 85 گرم گفته که ایره همراه 1 گلاس آب جوش خوب هم بزنین به مدت 2 دقیقه تا که خوب شفاف شوه. یعنی 1 گلاس هم یعنی 200 میلی لیتر. و گفته که بعد از اینکه خوب شفاف شد 200 میلی لیتر آب سردم سرش اضافه کنین و بالین داخل یخچال 2 ساعت تا یا تا زمانی که خود بسته کنن. بعد از اون میتونین که استفاده کنین به همین آسانی و راحتی که من امروز به خیری را تیار میکنم. خب ما یک دیگ نچسب روی گاز گذاشتیم و شیر داخلش اضافه میکنم. هنوز گاز روشن نکردیم. 2 گلاس و گلاس سوم. او پاکت شیر خلاص شد. حالا از این پاکت من 1 گلاس شیر دیگه میگیرم و با نشاسته و گلاب و بوره یادم رفت که نشان بتم در تصویر، اینا رو با هم دیگه داخل یک ظرف میکس میکنیم. باز میپرتیم داخل شیر خود. خودوسو اینو زنین، ما اینجا 1 کاسه رو گرفتیم و داخلش 1 گلاس شیر اضافه میکنم و 1 قاشق 2 قاشق 3 قاشق 4 قاشق و 5 قاشق غذاخوری نشاسته جواری اضافه میکنم یک قاشق 2 قاشق هم گلاب 1/2 قاشق چایخوری هم هل. خب من 1 دانه از کلان اضافه میکنم. سرخالی پرنه بوره تقریبا 4 قاشق غذاخوری میشه. فیرینی بسیار آسان است دیگه. فقط این همی مواد ما خوب میکس میکنیم. اول یک ذره سفت شده یا سخت شده همی نشاسته چسبیده در پایین ظرف. آیس آیس اگه شروع به مخلوط کردن کردیم باز خود اعلامیت باید خوب مخلوط کنیم تا که به همدیگه نچسبه، کلولا کلولا نباشه و یک مایه بسیار رقیق و یک دست با وجود بیایه. خودوسای گل، هنوز شیر رو قدر گرم نشده چون ما تازه زیرش روشن کردیم و همین موادی که جور کردیم ایرم داخل شیر اضافه میکنم.
و اگر کدام کلوله کلوله مانده بود اون را اول حل میکنیم باز اضافه میکنیم به این شکل. کلشه ما انداختم و از سر از دور نمیشیم، مداوه میره شور دادم میریم تا که به غلظت دلخواه برسه. بعضی کسا هست فرنیر بسیار سخت میوردارن و بعضی کسا هست که بسیار زیاد اوگین ور میدارن. به نظر من نه زیاد اوگینش خوب است نه زیاد سختش، به نظر من همونطور متوسط باشه، کمی نرمتر باشه بهتره، چون این که پسان داخل ظرف که میمانه سردتر که میشه دیگه هم خود سخت میکنه. آلمه بغل زدی که ایره از گاز پایین میکنم بر شما نشان میتونم که چقدر کافی است. اگر شما میخواستین که فرنی سفید نداشته باشین، فرنی زرد داشته باشین، میتونین دمی مرحله داخلش کمی زعفران دم کرده را هم اضافه کنین، اما چون امروز ما میخواییم سرش جیلی برنگ زرد یا با طعم عم میخواییم اضافه کنم، از او خاطر میخواییم که فرنی ما برنگ سفید باشه. خود ساینا زنین دمی اندازه که رسید فرنی غلظتش به نظر شخصی ما کافی است. باز اگر شما دوست داشتین که بیشتر سفت شوه باید که 6 قاشق بندازین کارنفلاور. به نظر من قدر بسته چون که 3-4 ساعت میمونه، تا وقت افطار زیاد وقت مونده. بازی رو میتونین که تا وقت که بانه خوب خود سفت میکنه، نیاز نیست که شما زیادتر کارنفلاور پردین، به خاطری که به نظر شخصی من کارنفلاورش اگه کمتر باشه خوشمزه تر میشه فرینی. دیگه فرینی ما تیار است. اینجا این ظرف رو انتخاب کردم، داخل ظرف خود فرینی رو میندازم. ایره ما به می گوشه آشپزخانه میمونم تا که کاملا سرد شود، تا که سرد میشه میریم که جیلی را تیار کنیم. خود و سای نازنین خوب حواستان جمع کنین. آلو میخوایم که جیلی تیار کنم. یک ظرف شیشه ای را گرفتم به خاطر که شما خوبتر دیده بتونین. پاکت جیلی که داخلش 85 گرم جیلی داره واز میکنیم و داخل کاسه میندازیم. بسم الله گفته ما پیش دست خود یک گلاس یعنی 200 میلی لیتر آب جوش گرفتیم و 200 میلی لیتر آب یخ گرفتیم. خب اینال جلی رو که انداختیم آب جوش در سرش اضافه میکنیم با یک بارگی و مدت 2 دقیقه یا تا زمانی که خوب شفاف شود ایره میکس میکنیم که دیگه هیچ دانه ای باقی نمانه. همراه یک همزن دستی و حال یک گلاس آب یخ خوده یا همو 200 میلی لیتر آب یخ که بود داخلش اضافه میکنیم و میکس میکنیم. جیلی دیگه تیاره، دیگه نه داخل از این بوره اضافه میشه نه کدام چیز دیگه، دیگه اوکی هسته. و ظرفای مورد نظرتانه باید پیش دستتان تیار مانده باشین که میخواین دسر کیک پرتین، میخواین دسر فرینی پرتین یا داخل کاسه ها جدا جدا میخواین که دیزاین کنین. من کمی داخل از این کاسه میگیرم میمانم که باز پسان بر شما نشان بتم که سفت شده. اینجام کمی ایره با دخترم کشیدیم داخل از این نمیندازم و داخل همه فرینی که جور کردیم بسیار با آهستگی جلی را سر فرینی اضافه میکنیم که پاره نشه فرینی ما با بسیار آهستگی. دبلی و نازکیش هم با دست شما که چقدر میخواین که جلی شما دبل باشه یا چقدر نازک باشه او را شما تصمیم میگیرین. بازی را مدت 2-3 ساعت در یخچال نگاه میکنین تا که خدا بگیره جیلی. حال داغ است من ایره فعلا همینجا میمونم. فرنی که کمی سردتر شد ایره من داخل یخچال انتقال میتونم. بخیر
خودستای نازنین، تقریبا بعد از 4 ساعت ما برگشتیم تا که همین فرنی و جلی ما بسته. آله با افطار زیاد مونده، من اینو نمیتونم امتحان کنم، اما میکشم. فقط شما ببینین که جلی کاملا خود بسته. من خواستم که یک لایه بسیار نازک روی فرنی باشه، باز شما اگر میخواستین که بیشتر باشه باز بیشتر بریزین. و ای که وقتی که میخواین که روی فرنی جلی پرتین، باید فرنی شما کاملا سرد شده باشه، بعد از او جلی رو پرتین. چون من امروز برنامه میخواستم تیار کنم و عجله داشتم، بیشتر از او صبر کرده نمیتونستم که کاملا سرد شوه، از او خاطر کمی جلی داخلش رفته، چون که فرنی گرم بود از او خاطر زیاد خود نبسته بود، کاملا سرد سرد نشده بود. اما سر از امو هم بسیار خود خوب گرفته جلی، میبینین کاملا گرفته خوده. این قسمتش کاملا خود بسته کده. دیگه همین رقم شما تیار کنین و نوشیجان کنین. ای بود فرنی جلی، امیدوارستم که تیار کنین و لذت ببرین. دیگه اینجا ما برنگ سبزم تیار کردیم، پایینش رنگ زرد انداخته بودم، یاد شما اگه باشه با سرش همینطور رنگ سبز انداختیم، اما رنگ سبز پسان انداختیم. هنوز اوقدر صحیح خود بسته نکده، اما بازم خوبه بسته کده، باید تایم بیشتری بمانه تا کاملا بسته شود یخچال. دیگه همین طریقش بود، امیدوارستم که مشکل شما حل شده باشه، رفع شده باشه. دیگه تیار کنین و لذت ببرین، خیلی عالی میشه، خوشمزه میشه مطمئنا. دیگه ایره که من کشیدم میبرم به اولادامیتون، باز باقیشو بخیر در افطار میخوریم. تشکر که تا این لحظه همراهی کردین مرا، تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.